ارتش پاکستان گفته که 3 سرباز پاکستانی بر اثر شلیک از خاک افغانستان کشته شده و این کار را به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان نسبت داده است. این رویداد در منطقه خیبر پختونخوا پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده و روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون نوشته است که این حمله روابط اسلام آباد و کابل را پیچیده تر خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد حدود 3 میلیون دختر در افغانستان از تحصیل محروم هستند. طالبان در یک سال گذشته مدارس دخترانه بالاتر از کلاس ششم را بسته است. وبسایت کریازده گزارش منتشر کرد که در آن از کشف اخیر پزشکان در زمینه مهندسی زیست خبر می‌دهد و در این باره نوشته این کشف در پیوند اعضا انقلاب ایجاد کرده و جان بسیاری از بیماران کلیوی را نجات می‌دهد. این وبسایت به نقل از جف راس مدیر اجرایی شرکت میروماتریکس گزارش داد پیش از این هیچگاه یک عضو طراحی شده با مهندسی زیستی به انسان پیوند زده نشده و این نخستین عملیات در نوع خود است. این شرکت از فناوری ثبت اختراع توسعه یافته در دانشگاه مینسوتا استفاده می کند که کبد و کلیه های خوک را به عضوی کاملا قابل پیوند در انسان تولید می کند. منابع روس از ایجاد درگیری نظامی میان نیروهای نظامی دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های روسی به نقل از سرویس مرزی قرقیزستان گزارش دادند که تیراندازی روز چهارشنبه بین نگهبانان در حال گشت زنی در مرز این کشور و تاجیکستان رخ داده است. این در حالی است که دو کشور دیگر آسیای میانه ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز درگیر بدترین تبادل آتش از سال 2020 بودند.